22 روز آذر ماه برابر با 13 دسامبر سال 1283 خورشیدی برابر با 1904 میلادی، مهاجرت روحانیون به ری معروف به مهاجرت صغرا در اثر فراگیر شدن فقر و قحطی در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، عده‌ای از روحانیون تحت فشار مردم که از وضع موجود نگران بودند جهت اصلاح اوضاع و فشار به دولت، تصمیم به مهاجرت از تهران به حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری گرفتند. این سفر که به مهاجرت صغرا شهرت یافت در ابتدا شامل 2000 نفر بود، اما پس از چند روز به تعداد متحسنین افزوده گردید و از 10000 تن فراتر رفت. خطبا و وعاظ دائما بر منبر رفته و از استبداد حکومت عین الدوله صدر اعظم وقت سخن می گفتند و خواستار تشکیل عدالت خانه می شدند. مظفرالدین شاه با مشاهده وخامت اوضاع در صدد حل قضیه برآمد و سرانجام با خواسته آنان که تأسیس عدالت خانه در کلیه شهرهای ایران، عزل موسیو نوژ رئیس بلژیکی گمرک ایران و نیز عزل علاءالدوله حاکم تهران موافقت نمود. سال 1301 خورشیدی برابر با 1922 میلادی، برای نخستین بار قانون استخدامی کشور در مجلس شورای ملی تصویب شد که قانون مذکور مشتمل بر 5 فصل و 74 ماده بود. اولین سازمانی که طرح طبقه بندی مشاغل را پیاده کرد سازمان نفت کشور بود، اما این قانون به تدریج دچار تغییرات زیادی شد که در 2 دوره بیشترین تحولات صورت گرفت. اول از سال 1301 تا 1320 و دیگری از سال 1320 تا 1340 که در هر دوره تغییرات اساسی روی میزان حقوق و مقرری ها و حقوق بازنشستگی انجام شده و باعث افزایش آنها شد. تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب قانون استخدام کشوری اولین مرحله در اعمال مدیریت صحیح منابع انسانی در بخش دولتی است. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، در گذشت سید غلام رضا سعیدی نویسنده و مترجم که در یکی از روستاهای توابع شهرستان بیرجند در استان خراسان به دنیا آمد و سپس در بیرجند به آموختن دانش پرداخت. وی در 21 سالگی پس از فراگیری علوم طبیعی، ریاضی و نجوم و زبانهای عربی، فرانسوی و انگلیسی به تدریس مشغول شد و سالها بعد در تهران مجله فروغ علم را با همکاری دوستانش منتشر کرد. وی طی سفرهای بسیاری که به پاکستان و هندوستان نمود تحت تأثیر افکار و اندیشه های علامه اقبال لاهوری قرار گرفت و همین موضوع موجب شد تا پس از فراگیری زبان اردو تعدادی از آثار او را به فارسی ترجمه کند. از غلام رضا سعیدی در حدود 60 اثر در زمینه‌های تألیف و ترجمه بر جای مانده است.